دوستان سلام، یکی از خطاهای رایج ناک هستش که در دستگاه دیاگ هم ثبت میشه. ناک زدن موتور یک اصطلاحی هستش که در پی وجود یک سری عوامل، یک سری مشکلات در موتور ایجاد میشه و خطای اون در دستگاه دیاگ ثبت میشه. توی این ویدیو قراره دلایلی که باعث ناک زدن موتور میشه رو بررسی کنیم و همه این دلایل باعث روشن شدن چراغ چک به خاطر ناک زدن موتور میشه و تشخیص این ناک زدن رو یک سنسور بسیار مهم در خود رو به عهده داره، اون هم ناک سنسور یا سنسور ضربه است. توی ویدیو میخواییم سنسور ناک رو هم به صورت کامل بررسی کنیم، پس تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. خب قبل از هر چیز اجازه بدید من یک توضیح بدم راجع به اینکه چه دلایلی باعث ناک زدن موتور میشه. اولین دلیل اون و شایع‌ترین دلیل اون استفاده از بنزین با اکتان پایین است. در برخی خودروها موتور به بنزین با اکتان بالا نیاز داره و وقتی از بنزین معمولی استفاده میشه به دلیل پایین بودن عدد اکتان اون احتمال ناک زدن افزایش پیدا میکنه و این سنسور این خطا رو ثبت میکنه. دومین دلیل اون تنظیم نبودن زمان جرقه‌زنی یا تایمینگ. اگر زمان جرقه‌زنی خیلی زود انجام بشه ممکن احتراق قبل از رسیدن پیستون به نقطه مرگ بالا اتفاق بیفته و باعث ناک زدن بشه. سومین دلیل اون داغ شدن بیش از حد موتور هستش. دمای بالا باعث خودسوزی مخلوط سوخت و هوا میشه قبل از اینکه شمع جرقه بزنه و این احتراق صورت میگیره و منجر به ناک میشه. چهارمین دلیل اون رسوبات کربونی در محفظه احتراقه که بیشتر در خودروهایی که موتور فرسوده‌تری دارن، کارکرد بالاتری داشتن پیش میاد. کربن جمع شده روی سرسیلند یا پیستون‌ها باعث کاهش حجم محفظه احتراق و افزایش فشار و دما میشه که میتونه باعث ناک بشه. چجوری؟ چون ممکنه این کربن‌ها خودشون اشتعال‌زا باشن و قبل از ایجاد جرقه توسط شمع اشتعال‌ها و جرقه‌های در خود محفظه احتراق صورت بدن. پنجمی دلیل اون سنسور ناک خراب یا غیرفعال. بعضی مواقع خود سنسور ناک ایراد داره یا نحوه بستن اون ایراد داره، یا خود سنسور سیمکشی اون، یا خود خود المان پیزوالکتریکی اون هم ممکنه دچار مشکل بشه، چون سنسور ناک وظیفه تشخیص ضربه و اطلاع دادن رو به ECU داره که اصلاح زمان جرقه‌زنی صورت بگیره. اگه خراب باشه که ECU هم نمیتونه واکنش میده و ممکنه این خطا ایجاد بشه در دستگاه دیاگ. ششمین دلیل اون استفاده از شمع نامناسب یا معیوب. شمعی که درجه حرارتی اشتباه داشته باشه یا خراب باشه میتونه جرقه را در زمان نادرست ایجاد کنه. این نکته بسیار مهم هستش. بعضی مواقع شمع حرارت بالایی به خودش میگیره و خود اون داغ شدن شمع باعث ایجادش اشتعال قبل از جرقه زدن شمع میشه. هفتمین دلیل اون مخلوط سوخت و هوای بسیار فقیر هستش، یعنی لین هستش. کم بودن سوخت نسبت به هوا در مخلوط باعث افزایش دمای احتراق و ایجاد ناک میشه. هشتمین دلیل اون فشار بیش از حد توربو شارژ یا سوپر شارژرها هستش. افزایش فشار زیاد میتونه به دمای بالا و ناک منجر بشه، مخصوصا اگر ECU برای اون تنظیم نشده باشه. نهمین دلیل ایجاد ناک در خودرو خرابی سیستم خنک کننده هستش. ببین اگر رادیاتور، ترموستات یا واترپمپ درست کار نکنه و موتور داغ بشه این هم باعث ایجاد ناک میشه. و دهمین دلیل ناک زدن موتور زمان بندی نادرست میل سوپاپ هستش، حالا چه از نظر تسنه چه در بعضی مواقع هم شیمگیری یا فیلرگیری نادرست موتور خودرو. اگر زمان بسته و باز شدن سوپاپ ها به درستی تنظیم نباشه عملکرد احتراق مختل میشه و احتمال ناک هم بالا میره. یک دلیل دیگه هم هستش که به صورت غیر مستقیم باعث ناک زدن موتور میشه، اون هم روغن موتور هستش. روغن موتور نامرغوب یا روغن موتوری که کارکرد زیادی داشته در موتور و جرم گرفته و یا روغن موتور نامناسب برای یک خودرو باعث میشه که در خودروهایی که تایپیت های هیدرولیکی و روغنی دارن یا خودروهایی که دارای سیستم CVT یا VVT هستن این در واقع زمان بندی سوپاپا درست انجام نگیره و باعث ایجاد ناک زدن موتور بشه.
خب دوستان، سنسور ناک وظیفه اصلی اون تشخیص وضعیت ضربه در اثر احتراق یا در واقع ناک زدن داخل سیلند هستش. زمانی که احتراق نامناسب باشه و اصطلاحاً ناک رخ بده، این سنسور وضعیت رو تشخیص میده و به ECU اطلاع میده. ECU از اطلاعات این سنسور برای کنترل کردن ناک زدن داخل موتور استفاده میکنه. اسامی سنسور به نام سنسور ضربه، سنسور کوبش، ممکنه تو دستگاه دیاگ یا نقشه ها ببینید. نامهای انگلیسی هم که همون ناک سنسور یا KS که همون مخفف ناک سنسور هستش رو ممکنه مشاهده کنید. محل نصب اون بر روی دیواری سیلندر و در موتورهای وی شکل هم بین دو بانک بلوکه سیلندر قرار داره. در موتورهای ردیفی هم که بر روی بلوکه سیلندر بین سیلندرهای 2 و 3 قرار داره که مناسب ترین فاصله رو برای تمامی سیلندرها وجود داره اونجا هستش. خب این سنسور توسط یک پیچ به سیلندر بسته میشه و میزان بسته شدن این پیچ بر میزان ارتعاش سنجی این سنسور روی سیلندر در واقع بسیار مؤثر هستش. دو مدل سنسور داریم، سنسور ناک داریم، یک سنسور بدون سیم هستش و یک سنسور سیمدار با سیم. سنسورهای بدون سیم دو پایه هستند که هیچ شیلدی یا نویزگیری ندارن و فقط سیمی که از سنسور به سمت ECU میره داره شیلد است. سنسورهای داره سه سوکت هم یکی از پایه های اونها در واقع شیلد هستش و در ادامه هم سیم هایی که تا ECU میرن داره شیلد هستن، درون شیلد قرار دارن. عملکرد این دو نوع سنسور هم تفاوتی با هم ندارن و حتی در یک مدل موتور با توجه به نوع سیم کشی از هر دو نوع سنسور استفاده میشه. مثلا تو موتور XU7 روی پژو اگه ECU زیمنس بود سنسور ناک بدون سیم داریم و در ECU در موتور XU7 اگر ECU ساجن بود سنسور ناک سیمدار استفاده شده. محل نصب سنسور همیشه روی بلوکه سیلند هستش چون بیشترین ارتعاش از طرف پیستون ها و بلوکه سیلند اونجا قرار داره. دقت کنید که سنسور ناک بر اثر فشار یا ضربه دچار دفرمگی نشه این قسمت، چون معمولا این سنسور خرابی نداره، ولی ممکنه در زمان بسته شدن قسمت سوکت سنسورهای بدون سیم و حتی خود سنسور این قسمت پلاستیکی اون دچار مشکل بشه در اثر فشار و تحت فشار. محل بسته شدن سنسور هم باید همیشه تمیز باشه تا از بستن با گشتاور مناسب اطمینان داشته باشید. برای بستن سنسور ناک در هنگام سفت کردن هم حتما باید پیچ رو با گشتاور 25 نیوتن متر ببندیم، چون این گشتاور بسیار مهمه و برای اینکه سیگنال تولید شده توسط این سنسور بسیار تاثیرگذار در مقدار سفت شدن اون و بیشتر یا کمتر سفت کردن اون باعث ایجاد اشتباه در اندازه‌گیری این سنسور میشه. خب خطاهایی که تو دستگاه دیاگ ثبت میکنه این سنسور ممکنه خرابی در سنسور ضربه یا وجود ناک در موتور بشه. تکنولوژی کارکرد این سنسور مولد وابسته به تنش یا پیزوالکتریک هستش. جریان برق در خود سنسور تولید میشه که از نوع پیزوالکتریک هستش. پیزوالکتریک یعنی چی؟ پیزوالکتریک یعنی یک تنش یا ضربه مکانیکی برای ما برق تولید میکنه، مثل فندک های جرقه زنه. ببین وقتی شما شاسی فندک رو فشار میدید یه جرقه ایجاد میشه. این شاسی یا این فندک نه برقی داره نه باتری داره، چیزی به جز این تنش مکانیکی وجود نداره که باعث مشتعل شدن اون بشه و بنابراین اون قطعه اون شاسی فندک از تکنولوژی پیزوالکتریک استفاده می‌کنه. یا مثلا با وقتی با سنگ چخماق می‌خواید آتیش روشن کنید، با زدن و برخورد مکانیکی دو تا سنگ یک جرقه ایجاد میشه. این همون تکنولوژی پیزوالکتریک هست. خب سنسور ناک هم زمانی که بر روی بلوکه سیلند بسته میشه و تحت فشار بسته شدن توسط اون پیچ به صورت محکم روی سیلند قرار میگیره، هر گونه ضربه باعث تحریک المان‌های این سنسور میشه. زمانی که احتراق داخل سیلند بدون ضربه است، ارتعاشی که در بدن ایجاد میشه بسیار یک نواخت. ولی زمانی که ناک اتفاق میفته و فشار احتراق بیش از حد هست، باعث ایجاد ارتعاشی
در بدنی میشه که همین باعث ایجاد ولتاژ بیشتر توسط سنسور ناک میشه که ECU متوجه کوبش داخل سیلن میشه. و بعد از اون ECU با ریتارد کردن جرقه و افزایش اختلاط سوخت و هوا این وضعیت رو رفع میکنه. خب برای مثال این فندک رو در نظر بگیرید. خب زمانی که این قطعه رو فشار میدیم، این شاسی فشار با ضربی که روی المان پیزو الکتریک فندک ایجاد میشه، این فندک باعث میشه که یک جرقه تولید میشه و ولتاژ برق در قسمت این سر این شاسی و این در واقع فندک ایجاد میشه که همزمان با خروج گاز فندک این اشعال ایجاد میشه. ببینید یک جرقه روی سر اون و خروج فندک باعث میشه که این اشعال، خروج گاز باعث میشه که این اشعال در فندک صورت بگیره. در سنسور ضربه هم همینه، وقتی لرزش روی سیلند بر اثر ناک به وجود میاد، یک ولتاژ پیزوالکتریک تولید میشه و از طریق سیم های سنسور به ECU میرسه. ECU از این طریق به وجود ناک پی میبره. خب حالا زمانی که سنسور ناک ضربه را تشخیص میده، استراتژی که برای ECU وجود داره تا ناک را کنترل کنه در واقع اینه که اول دمای محفظه احتراق رو پایین بیاره. پایین آوردن دمای محفظه احتراق به دو روش صورت میگیره. یک روش اینه که میزان آوانس جرقه کمتر بشه تا قدرت تولیدی موتور کم بشه، که این کار باعث خنک‌تر شدن موتور در محفظه احتراق میشه. دومین کاری که روشی که داره اینه که غلظت سوخت رو افزایش بده. زمانی که سوخت غنی‌تر در محفظه احتراق ایجاد میشه، سرعت احتراق بیشتر میشه و فرصت انتقال حرارت اون اشتعال برای قطعات موتور کمتر میشه و باعث پایین اومدن دمای محفظه احتراق میشه. یعنی با این دو روش به اصطلاح موتور رو ضعیف‌تر میکنه و مصرفش رو بالاتر میبره، که در این حالت موتور به حالت عادی برمیگرده و ECU بعد از قطع شدن تشخیص ناک، حالا هر دلیلی بوده، اگه دلیلش سوخت بوده، دلیلش هر چیز دیگه بوده، برنامه رو به حالت اولیه برمیگردونه. نکته‌ای که باید بدونید اینه که همیشه اینو در نظر بگیرید که میزان ولتاژ تولیدی سنسور بستگی به میزان تنش مکانیکی که به اون وارد میشه داره. یعنی میزان سفت کردن پیچ سنسور ناک در تمامی خودروها باید 25 نیوتن بر متر یا 2.5 کیلو باشه. تست سنسور به چه صورته؟ ببینید ما برای تست سنسور دو نوع سنسور داریم. یکی اندازه‌گیری ولتاژ تولید شده توسط سنسور هستش که هم میتونید با دستگاه دیاد ببینید، هم مولتی متر متصل کنید به سنسور و با ضربه زدن به این قطعه، این قسمت سنسور متوجه افزایش یا کاهش ولتاژ باشیم. میزان در واقع صحیح اون 0.5 ولت هستش. همچنین میتونید مقاومت در واقع بین پایه‌های سنسور، پایه‌های خروجی سنسور به جز پایه شیل، مقاومت اونها رو اندازه بگیرید و مقاومت استاندارد اون 500 تا 520 کیلو اوم هستش. پایه‌های اون هم که یکیش موسیگنال مثبت، یکی سیگنال منفی و بعدی هم در سنسورهای سپایه شیل یا نویزگیر هست. خب دوستان، همونطور که دیدید سنسور ناک وظیفه بسیار مهمی در خود رو داره و خرابی اون باعث ایجاد مشکلات بسیاری برای موتور خود رو میشه. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. لایک و کامنت فراموش نشه. موفق و معید و پیروز باشید.